سلام و وقتتون بخیر بینندگان گرامی و خوش آمدید به بحث امروز. بحث امروز ما در مورد شرایط بحرانی منطقه و به ویژه جنگی که محتمل هر روز داره آماده کاری ها و اخباری هم که منتشر میشه گویا این واقعیت هستش که این اگه جنگ محدودی هم باشه میان جمهوری اسلامی و گروه های وابسته به جمهوری اسلامی با اسرائیل در خواهد گرفت و به ویژه مسئله حزب الله اینجا مطرحه. اما قبل هر چیز امروز سال روز تاسیس تلویزیون کورد کانال، این روز رو به همه عزیزایی که در این تلویزیون کار کردن و کار میکنن و همه کردستانی های عزیز و همه آزادی خواهان ایران تبریک میگم و امیدواریم که بیش از پیش این تلویزیون به کارهای خودش که در راستای رساندن پیام و خواست ملت کرد و دیگر آزادی خواهان ایرانه تداوم داشته باشه. برای بحث در مورد شرایط منطقه در خدمت جناب ککشاه حسینی، مسئول روابط حزب دموکرات کردستان ایران در ارتباط با اپوزیسیون ایرانی و کردستانی هستیم. جناب حسینی خیلی ممنون از اینکه با ما هستید. با عرض سلام خدمت جناب عالی و بینندگان عزیز، همچنین تبریک برای کورد کانال که امیدوارم که همیشه موفق باشین و در کاراتون موفق و معید باشین. من در خدمتتون هستم که برنامه رو شروع کنیم. خیلی ممنون جناب حسینی. اول اخباری منتشر شده به ویژه شب گذشته که به پایگاه عین الاسد آمریکا حمله شده در اصفهان، صدای انفجار شدیدی شنیده شده و مثل همیشه جمهوری اسلامی این رو انکار کرده یا گفته ربط داره به مسائل مانور، اما چند روز پیش همه اخبار و اون ترافیک دیپلماتیک هم مشخص کرده که این جنگ محتمله و شاید به یکی دو ساعت یا یکی دو روز آینده این جنگ وارد عملیاتی شدن بشه و عملا ما شاهد درگیری مستقیم جمهوری اسلامی و گروه های نیابتیش با اسرائیل باشیم. خانش کلی شما اول از این وضعیت چیه؟ من جمهوری اسلامی واقعا اگر حقیقت رو بخواییم و روانشناسی خود آقای خامنه ای و مسئولینش رو داشته باشیم، حاضر به جنگ با اسرائیل نخواهد بود، اما دوست داره همیشه یک همچین وضعیتی داشته باشه که در حال جنگ هست، نمیدونم داره از کشورهای مسلمان دفاع میکنه، مدافع فلسطین، نمیدونم و این کارهایی کرد، یعنی مسائلی هست که برای خودش سوء استفاده خواهد کرد. این جمهوری اسلامی خیلی یک چیز خیلی مشخصی رو گفته و باید اینو در نظر داشته باشید. خود خمینی گفت که حفظ نظام واجب‌ترین مسئله‌ای هست که باید داشته باشیم. به هر صورت حفظ نظام، حتی گفت که اصول دین رو میشه زیر پا گذاشت به خاطر حفظ نظام. وقتی همچین چیزی هست باید اینو بدونیم که حفظ نظام با جنگ با اسرائیل و با یک کشور غربی، با نمیدونم کشورهای اطراف، به هر صورت در یک جنگ مغلوبه که جمهوری اسلامی مسلماً مغلوب خواهد شد، حفظ نخواهد شد. در نتیجه خود خامنه اینو میدونه و به همین دلیل هست که هیچ وقت حاضر نخواهد شد یک جنگ تمام عیار علیه دشمن هر کسی رو که دشمن خودش میدونه انجام بده، ولی جستش رو میگیره. چون فلسطینی بیچاره رو میاره بکش میده، از حزب الله رو بکش میده، نمیدونم هشت و شعبی رو این منوره بکش میده، با همه یک جست جنگی رو میگیره که استفاده از این وضعیت استفاده ببره. خب جناب حسینی چرا جمهوری اسلامی وضعیت فعلی که نه جنگ نه صلح به نفع خامنه ای خواهد بود، به نفع خود خامنه ایه، ولی اگر جنگی بشه مسلماً جنگ مغلوب است برای جمهوری اسلامی و جمهوری اسلامی در این جنگ شکست خواهد خورد. علی اصول معمولاً در امور نظامی میگن که جنگ یکی از اصول
اصلی در جنگ باید عملیات غافلگیرانه باشه. اصل غافلگیری در جنگ خیلی مهمه. ولی ما هیچ غافلگیری در جمهوری اسلامی نمی‌بینیم. مرتب داره تبلیغ میکنه. امروز نه فردا میزنم. همه دنیا میدونن. تنها کسی که نمیدونه اون سرباز یا اون پاسدار بدبخت جمهوری اسلامی که در جریان نیست، فقط آماده است که امروز بهش بگه به حرکت کن برو. خب جناب حسین، در این میان معنیش اینه که هیچ نگران نیست از جنگ. بله خب جناب حسینی، مسئله اینه، چرا خامنه ای و جمهوری اسلامی مدام این مسئله رو تکرار میکنن، این شرایط بحرانی رو بهش دامن میزنن، مادام که ترس دارن و به گفته شما در اون جنگ مغلوب هم خواهند شد، اما چرا خب گهگداری راکت های راکت پرانی هم میشه به سوی اسرائیل، حالا چه از سوی گروه نیابتی یا خود جمهوری اسلامی هم که دیدیم مستقیم به اسرائیل قبلا حمله کرده بود، دنبال چیه خامنه ای؟ چرا این شرایط رو میخواد بهش دامن بزنه؟ درست، دقیقاً بعضی چیزا رو احتیاج داره. یکی دشمن سازی با آمریکا و آمریکا رو دشمن قلمداد کردن لازم داره، شعارهای علیه آمریکا و اسرائیل رو مرتب داشته باشه. بعدم یک کار دیگه هم لازم هست که انجام بده که لااقل نیروهای خودش رو بتونه به همین وضعیت نگه داره. اونم موشک پرانی ها هست یا حرکات ایزایی هست که گاه گداری این بار اونور انجام بده. کاری که جمهوری اسلامی انجام میده دیدیم که از روز اولی که این حرکت شروع شده، تمام مسئولین و فرماندهان هم حزب الله و هم فلسطینه بدبخت همشون کشته شدن به دست جمهوری، به دست نیروهای اسرائیلی در اثر اون نفوذ دقیقی که اسرائیل در تمام شؤونات جمهوری اسلامی داره، همه حرکاتش رو میدونه کجاست و چه کاری انجام میده. وقتی که به این صورت مسئولین که وابسته به جمهوری اسلامی هستن، مسئولینی که دارن به جمهوری اسلامی کار میکنن، زیر ضربه اسرائیل هستن و مرتب کشته میشن و این برای خامنه ای یک نوع امتیاز خواهد بود که داره شهید میده. وقتی شهید میده مردم مقروض هستن، باید قدر جمهوری اسلامی رو بدونن که داره برای اسلام شهید میده و میخواد قدس رو آزاد کنه. این جمهوری اسلامی احتیاج به این داره. اگر روزی شعاری علیه آمریکا نباشه، با آمریکا صلح بشه، با اسرائیل درگیری نداشته باشیم، ببین خامنه ای دوام نخواهد آورد، رژیم جمهوری اسلامی پایبند پابرجا نخواهد بود. رژیم جمهوری اسلامی بس نگهداری خود شد در اثر همین دشمن تراشی هایی که کرده تا امروز خودشو نگه داشته. ببینیم در عین الاسد میره به اون صورت اون هشت شعبی رو در اونجا بکشت میده، در غزه نیروهای حماس رو به اون صورت از فرمانده هاشون از نفرات اولشون تا اون افراد مسلحشون رو همه یکی یکی بکشت داده، از اون بر حزب الله به همین صورت. ولی کسی که هیچ ضرری نده خود جمهوری اسلامی هست، خود خامنه ای هست که فقط اونجا نشسته و داره دستور میده و وضعیت رو بدتر خواهد کرد. به هر صورت خلاصه که خدمت رو عرض کنم، این نوع آشوب و این نوع وضعیت نه جنگ نه صلح به نفع خامنه ای خواهد بود. خامنه ای میتونه از این استفاده کنه و خودشو از جوابگویی نیروهای داخلی خلاص کنه. لازم نیست جواب بده چون درگیرید. جنگ هست با دشمن واقعیش داره می جنگه و باید همه گوش به فرمان آقای خامنه ای باشه. یعنی طبق گفته شما این سیاستی که تا امروز جمهوری اسلامی تعقیب کرده همون سیاست حفظ نظام یا اوجب واجبات به گفته خمینی و خامنه ای هم داره خب به سبب اون سیاست رو تعقیب میکنه. وقتی گروه نیابتی رو به کشتن میده و اون سیاست دشمن تراشی هم مدام وجود داره برای حفظ موجودیت خودشونه. دقیقاً برای حفظ موجودیت که حالا که میگه نظام یعنی کی؟ یعنی آقای خامنه ای، یعنی مشتبه که بعد از خودش مشتبه بتونه رو کار بیاد. نظام از نظر
آقای خامنه ای، یعنی خود خامنه ای، خانواده خامنه ای و اطرافیان خامنه ای. این نظامه، نظامی که اونا بگن که همینه. ولی نظام، اگر نظام نیروی باشه که حفظ ایران و مردمان ایران رو به عهده بگیره، اولین کاری که انجام باید بده بعد اینه که خامنه ای رو از کار برکنار کنه و خامنه ای رو محاکمه کنه. و این نیرویی که همچنین فعلا در اختیار خامنه ایه که علیه نیروهای انقلابی و نیروهای بیهندوس وارد عمل میشه خامنه ای و اینا رو یکی یکی به کشت میگه. من فکر میکنم، بازم تکرار میکنم، که جنگی ممکنه به این زودیا در این روزا یک برخورد خیلی ساده انجام بگیره، یک کمی ممکن از اون برخورد قبلی که انجام شد تندتر باشه، ولی اون برخوردی نیست که ضرری اصلی به اسرائیل و نیروهای مدافع اسرائیلی برسونه. خب اما جناب حسینی، مسئله که اینجا مطرحه، بسیار کارشناسان قبلا هم صحبت کردن در این باره که این خاص اسرائیلی که پای ایران رو به درگیری بیشتر یا گسترده‌تر بکشونه و آمریکا رو هم وادار بکنه که از اسرائیل دفاع کنه و وارد مرحله دیگه، فاز دیگه بشیم که اسرائیل گویا خواستار جنگ مستقیم با ایران اگه نباشه حداقل حزب الله رو بخواد کنترل کنه، همچون حماس که تا امروز اون شرایطی که بر روی یا بر حماس تحمیل کرده. ببینین دوست عزیز، واقعیت اینه که الان نه اسرائیل به اون صورت خواهان جنگی هست، جنگ منطقه‌ای با این وضعیتی که الان هست، و نه آقای خامنه ای که دوست داره که هیچ نوع درگیری بشه که وضعیت نظامش به هم بخوره. اسرائیل امروزه با حکومت جمهوری اسلامی و کسان دیگه هست که تیم های وابسته به جمهوری اسلامی که در اقصا نقاط خاورمیانه پراکنده هستن، اینا هستن، نمیخواد با اینا الان امروزه وارد درگیری بشه مگر وقتی که تصمیم نهایی گرفته بشه. و این تصمیم نهایی کجاست؟ این تصمیم نهایی وقتی هست که همپیمانان اسرائیل آمادگی کمک اسرائیل رو داشته باشن. همپیمانان اسرائیل کشورهای غربی هستند و در رأس اون آمریکا. آمریکا فعلا در این وضعیت به اون صورت خواهان جنگ و درگیری مسلحانه نیست که ممکنه که وضعیت خاورمیانه از کنترل خارج بشه. به هر صورت اینه که مسئله، ولی این درگیری‌های موقتی و این درگیری های محلی ادامه خواهد داشت و نفعش رو اسرائیل میبره، نیروهایی که فرماندهانی که مال دشمن هستن از بین میبره و خودش سالم میمونه. تا الان هم اینطوری شده که هیچ گونه ضربه اسرائیل از این نیروها، از این جنگ های منطقه‌ای و جنگ های محلی ضرری به اسرائیل نرسیده، ولی برعکس هم حزب الله، هم حماس و هم نیروهای دیگر و جمهوری اسلامی در رأسشون ضرر زیادی کردن و ضررمند شدن و خواهند شد. اینو جمهوری اسرائیل به خوبی میدونه، چون میدونیم که اسرائیل اون اصل اساسی که اون غافلگیری و اون حفظ اسرار هست، جمهوری اسلامی در مقابل اسرائیل ضعف داره و تمام اون چیزای مخفیش در اختیار اسرائیل هست و اسرائیل به خوبی از این وضعیت استفاده میکنه. هر لحظه بخواد ضربه به جمهوری اسلامی میزنه و این ضربه مدت ها جمهوری اسلامی رو سرگرم میکنه که دور خودش بپیچه که ببینم به چه صورتی میتونه انتقام بگیره و هیچ وقت انتقام هم نتونسته بگیره. خب جناب حسین، این اشراف اطلاعاتی که اسرائیل بر جمهوری اسلامی و گروه های نیابتی جمهوری اسلامی داره و به ویژه به خود ایران و جمهوری اسلامی داره، از کجا میاد؟ علت چیه؟ ببین از کجا میاد؟ خب یکی از اصول سری هست که برای فقط اسرائیل خودش میدونه، باید بدونه که از کجا میاد اینا رو. ولی ضعف حکومت و نبودن اون
اعتماد و ایمان به رژیم سبب شده که تعداد خیلی زیادی از نیروهای خود جمهوری اسلامی به هر صورتی که امکان داره به حاضرن علیه جمهوری اسلامی جاسوسی کنن و اطلاعات رو در اختیار دشمن جمهوری اسلامی بگذارن، بخاطر اینکه این رژیم رو به هر صورت هست ضعیف کنن و این رژیم بره. یعنی اون نبود ایمان و اعتقاد به رژیم باعث شده که رژیم خیلی ضعیف و آسیب پذیر باشه در مقابل اون اصول نگهداری اون اسرار و اون کارهای سری که باید در اختیار خودش باشه ولی در اختیار دشمن قرار میگیره. ببینین خیلی اصلا اگه فکر کنیم یک چیزی عجیب رخ میده. یک وقت میبینید یک مهمان خارجی میاد، اونو میبرن در یک هتل، در یک مهمانسرای محرمانه و مخفی نگه میداره، بلافاصله اسرائیل میدونه اینو و ضربه میزنه. از کجا اومد؟ حالا با اون آقای مسئول سپاه قدس قانی خودش نهد، یکی از مأمورانش که گزارش رو داده بود که مسئول دهداری مهمونا بود، گفت که مسئول دفتر رئیس جمهور که مطلع بوده از این حرکت اون این گزارش رو داده، این رو پخش کرده. رئیس جمهور نرسیده، سپاه قدس علیه رئیس جمهور پرونده سازی داره میکنه. ولی اینو حالا ممکنه دقیقا باشه اون آقای دفتر مسئول دفتر رئیس جمهور تازه عامل اسرائیل باشه، همچنان که امکان داره خود قانی هم عامل اسرائیل باشه، هیچ فرقی نداره. دیدیم که مسئولین رده بالای جمهوری اسلامی همشون عامل اسرائیل بودن و عامل آمریکا. حالا ما فقط اسرائیل رو میگیم، آمریکا هم خیلی بیشتر از اون داره و این اطلاعات رو در اختیار اسرائیل هم داره. خب جناب حسینی، داریم به پایان برنامه نزدیک بشیم، اگه جنبندی داشته باشیم یا لپ کلام ما در مورد شرایط امروز و درگیری هایی که ممکنه رخ بده در آینده چیه بفرمایید؟ خیلی خلاصه، احتمال اینکه یک درگیری موقت این روزا، درگیری خیلی محدود رخ بده خیلی زیاده و امروز و فرداست این درگیری خواهد بود، و ولی درگیری هست که تمام اون حرکاتی که انجام میشه در اختیار اسرائیل قرار گرفته. اسرائیل میدونه که جمهوری اسلامی که حمله میکنه به چه نقاطی حمله میکنه و سعی میکنن که اون منطقه از آسیب پذیری محفوظ بشه به هر صورت. یعنی خود جمهوری اسلامی از طریق واسطه اسرائیل رو در جریان خواهد گذاشت، بخاطر اینکه اسرائیل دنبال انتقام نگرده که اون انتقام منجر به یک جنگ تمام عیار بشه. از این نظر این خیلی مسلمه که همچین برخوردی خواهد شد و بعد از این برخورد نیروهایی که برای جمهوری اسلامی کار میکنن زیر ضربات اسرائیل قرار خواهند گرفت و باز هم تعداد خیلی زیادی از مسئولینشون از بین خواهند رفت و جمهوری اسلامی در جای خودش نظارگر و شعار دهنده خواهد بود. خب جناب حسینی، خیلی ممنون از حضورتون، رسیدیم به پایان. خیلی ممنون از اینکه با ما بودید. خیلی ممنون به شما، خسته نباشید دوستان. امیدوارم که هرچه زودتر این حمله بگم که قرار انجام بشه صورت بگیره، به خاطر اینکه لااقل دوستان دیگه، کسان دیگه هستن به کاراشون برسن و بتونن انجام کارهای خودشون انجام بدن و جمهوری اسلامی هم به این زودی ها این حمله رو خواهد کرد. حمله موقتی هست و هیچ ضرری به اسرائیل به اون صورت نخواهد رسید، هیچ که نه، ولی خیلی ضرر کمی خواهد داشت، ولی در برعکس خود جمهوری اسلامی انتقام خیلی سختی پس خواهد داد. مرسی.
خب خیلی ممنون از حضورتون جناب حسینی و بینندگان گرامی. همچنان هم که جناب حسینی اشاره فرمودن، این درگیری رخ خواهد داد هر چه زودتر و طبیعتاً مثل همیشه بازنده اصلی جمهوری اسلامی و گروه‌های نیابتیش خواهند بود و آنچه که جمهوری اسلامی انجام داده تا امروز نتونسته ضربه مهلک به اسرائیل بزنه و پیش بینی هم برای این در درگیری یا حمله آینده که قریب الوقوع همچین شرایطی رو بازم داشته باشیم از جمهوری اسلامی و عملکرد جمهوری اسلامی. این بود بحث امروز ما. خدا نگهدارتون.